سلامی چو بوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر یکایک شما همراهان هماره در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک که شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب شنبه دوازدهم بهمن ماه ایرانی برابر با یکم فوریه 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران در آخرین شماره های انتشار یافته یک هفته ی دیگر که شنبه باشه و البته قطعا به تناسب بررسی رویدادهای انتشار یافته در روزنامه ها نگاهی خواهیم داشت به تازه های از ایران منطقه و جهان که از غذا حاوی مطالب بسیار زیادی هست و تنوع مطالب رو میدیدم بسیار بالا بوده خب طبیعتا امروز دوازدهم بهمن هست انتظار میرفت که رسانه های رسمی حکومتی در نکو داشت یا در پاس داشت این واقعه تاریخی که موسوم به روز ورود آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از فرانسه به تهران بوده مرتوجه واقع شده موضوع همه روزنامه ها بوده اما در کنار این همه شور و شادی و قوقا و تبلیغاتی که به راه انداخته بودند باز مردم صحنه خلاق رو خلق کردند که دست مایه رسوایی های نظام حاکم در تهران شده خب اول یک دو تا نگاه داشته باشم اساسا ببینم چرا پس از 45 سال و هستن رسانه هایی که هنوز گمان میبرند خمینی یا گفتمان آیت الله خمینی یه گفتمان مؤثر ایرانگرا یا محترمی بوده خب این رو دیگه کوی و برزن کودک و جوان پیرو جوان همشون دریافتن که اساسا گفتمان آیت الله خمینی به مساوی گفتمان ویرانگر برای جامعه ایران بوده و بدنه بسیاری از طبقه بسیاری از اجتماعی ایرانی از شکلگیری نظام دینی در واقعه ویرانگر سال 57 اظهار ندامت میکنن اما من یکی تا نگاه به روزنامه ها خواهم داشت بعد میرسیم واکنش مردم در فرودگاه چابهار ببینیم که چگونه در روز روشن دست رد میزنن به هر آن رنگ و بوی حکومت و تبلیغات حکومتی دارد خب روزنامه اعتماد که از غذا از روزنامه های نزدیک به طیف تحولخواهان یا مصوم به اصلاح طلبان هستش با همون تیتر معروف امام آمد که دو واژه در واقع با فونت بسیار بالایی بوده که خب دیگه همگان آگاهی دارید در سالهای اولیه استقرار نظام فاقه ها کسانی که تلاش میکردند این نظام رو مستقر سازند یا علیه نظام پهلوی میکوشیدند در روزنامه اطلاعات که به نام به اشخاص همگان آشنایی دارید اون تیتر رو زده بود که تیتر معناداری بوده و هر روی نوعی مهر نهان رو به روح الله خمینی در اون فونت بزرگ انتشار یافته پنهان کرده بودند فارغ از اینکه چه کسی بوده باشه الان هستن نیستن یا حالا همگان چون آشنا هستیم به روند روزنامه‌نگاری در سال 57 من از اون مسیر عبور میکنم چرا که واقعا بحث من تضارب اشخاص نیست بحث من تضارب آرا هست به هر روی این روزنامه اعتماد که این گونه نوشته امام آمد و به نحوی بازآفرینی کرد نوستالژی 57 رو و باز زیرش هم نوشته امام خوش آمدی و تصاویری از زمان جوانی ایشان یا اندیش ایشان رو به نحوی زنها آنها بررسی میکرد آخرین پیام امام خمینی در پاریس خب روزنامه از این دست مثل اعتماد و شرق یا اصلا روزنامه‌ای که طیف اصلاح و این گونه برجسته کردن بیشتر پیام دارن میدن به ارکان قدرت دیگه میدونن اینا که مردم که اینها رو نمیخونن مردم دست ردشون رو در در واقع مقاطع مختلف تاریخی نشون دادن اعتماد همون واگویی و بازخانی اون بخش از تفکر جنبش 88 بخش آغازین چون خود 88 دوباره تیف شده چند لایه شده بیانیه شماره 17 آقای میرحسین موسوی بیانیه های پیشین ایشون رو نقض میکنه بیانی های آغازین آقای میرحسین موسوی در جنبش 88 شاهد این بودیم که مثلا میگفت که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی یا بازگشت به دوران طلایی امام راحل که دستما... دستمایه انتقادات بیشماری شده بود تا اینکه شو مجموش... مجبور, شد بعد از انقلاب زن زندگی آزادی در بیانی های جدید خودش اساسا اونها رو به کناری بنهد و از آن عبور کند با عبارت مجلس مؤسسان اما هنوز هستند طبقه از اصلاح طلبان حکومتی داخل ایران کماکان معتقدن که یک دموکراسی نیمبند باشه بازگشت به دیدگاه های آیت الله خمینی باشه حالا مثلا مین پوینت یا کلام کانونی دیدگاه آقای خمینی مثلا بازگرداندن نیروهای نظامی به پادگان هاست حالا اشاره نمی کنن که اساسا جنس قانون اساسی و نظام حاکم یک نظام برآمده از تفکر ایدئولوژی فقه سیاسی است و لزوما امکان اصلاح در سطوح وسیع و متضمن سعادت جمعی جامعه باشه رو نخواهند داشت این تیترهای روزنامه های اصلاح طلب گفتم بازآفرینی و بازخانی مدل های اصلاحی در ایام خومنی است که اساسا یا پایان, یافته است یه روزنامه هم شما رو میبینید این روزنامه هم خب به روزنامه اصلاح طلبه تلاش داشتن که به نحوی از آنها به دیدگاه های آقای خمینی در پاریس اشاره کنند. الان ببینید مانیفست دوازده بهمن یک انقلابی در آمریکا بازخانی کارنامه مبارزتی دکتر ابراهیم یزدی یا جای دیگری نوشته بازخانی هشت محور سخنرانی رهبر فقید انقلاب در روزی که همه جریان در میدان بودن خب اساسا بازخانی مطالب آقای خمینی در اون هشت مانیفست دوازده بهمنی که اینا اشاره کردن بسیاری از مطالب, مطالب غیر مرتبط با متدهای حکمرانی سیاسی اصر مدرن بوده عباراتی مثلا من توی دهن این دولت میزنم که خب به مرحوم بازرگان میتاق که مثلا نمیخوام الان تو بحث تاریخی ورود پیدا کنم اما این نکته رو میخوام به دوستان و همکاران و روزنامه‌نگاران هممیهن و اعتماد و ابتکار و هر آنچه که اصلاح طلب نامیده میشن و از اظهارات آیت الله خمینی که در عصر ارتباطات در دنیای دیجیتال وایرال شده فراگیر شده کوتاه کلام ایشون به گوش همه رسیده اسای ادب اهانتهایی که در رفتارش داشت تندخویی ها و تند هایی که در کلامش داشت اساسا به مسابق یک انسان غیر متعارف حکمرانی کرد و حکومت رو به دست گرفت سعی دارن اینها رو تطهیر کنند خب اعتبار خودشون رو بیشتر از بین میبرن این رسانه ها به گمان من در چنین مواقعی سکوت بهتر از آن است که بخوان به تقدیس یا تطهیر دیدگاه های شخص مثل آقای آیت الله خمینی بپردازن که اون تتم اعتبار حالا برباد رفته شام رو که اساسا حکومت اینها رو هر روز در چرخ آسیا به آبروریزی و حیثیت کشی می اون تتم اعتبار رو هم خودشون برباد میدن و به جای اینکه مثل آقای ها بگن که حالا در این نقطه تاریخی که قرار گرفتیم حتی زندانی هم شدیم کفاره مشارکت در 57 رو میدیم این شجاعت و شهامت و هممیهن و اعتماد داشته باشن حداقل بیشتر مورد احترام مردم واقع خواهند شد در رابطه با حالا واقعه ویرانگر 57 مطالب بسیار زیاد هست به هزار زبان سخن گفته شد و من فرصت این رو ندارم با حجم خبرهایی رو که آماده کردم میخوام با هم مرور کنیم بیش از این به آن بپردازم اما برمیگردیم به آیین و مراسم و مناسبت های حکومتی دو تا صحنه رو میخوام با شما هم رسانی کنم با هم ببینیم خیلی جالب توجه است خب دوازده بهمن هست گفتم ورود آیت الله خمینی هر سال به نحوی از آنها توسط ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی جشن گرفته میشه که یک روزی روزگاری چند سال پیش حتما همه شما به یاد دارید که لحظه ورود آقای خمینی رو با یک خمینی مقوایی درست کرده بودن که دستمایه تنزها و رسوایی های بیشمار شده بود و البته از همون حرکت خانش های خلاقی رو جامعه کنشگری ایران ارائه میکرد از جمله آنکه آری براستی خمینی و انقلاب 57 یک چیز مقوایی و یک چیز تقلبی و جعلی بود که به جامعه ایران تحمیل شد از اون شیوه تبلیغاتی این برداشت در جامعه ایجاد شده بود که بعدها مجبور شدن اصلا بردارن اون تبلیغات رو چون خیلی دیگه رسوایی شده بود الان من دیدم وزیر آموزش و پرورش رفته که زنگ نوای انقلاب رو بنوازن در مدارس کوتا سنهای از اون رو میبینیم بعد دست رد مردم رو در یک فرودگاه که حالت نمادین داشت اون رو هم بعد ببینیم که چگونه حکومتیان خواستن به مسافران هواپیمایی که در چابهار پیاده میشد گل اهدا و اعطا کنند و چگونه شهروندان روی بر میگرداندند پس نخست میریم صدای به تعبیر اینها ندا و نوای انقلاب رو از مدارس که وزیر آموزش پرورش زنگ مدرسه رو میزند میبینیم یه مصاحبه با اونها گرفتن بچه ها و بعد اون ویدئوی دوم رو ببینیم تنین زنگ انقلاب در مدارس کشور زنگی که یاد و خاطره پیروزی انقلاب اسلامی را در 22 بهمن 1357 تدایی می من یک هشتادی هستم و انقلاب ما درک کردن و تا پای جان به آخر به و آخر لحظه به خون شهدا اینا پای بند هست ما پشتیبان انقلاب هستیم ما اومدیم و در این مراسم شرکت کردیم تا بگیم تا پا پای جان پای این انقلاب ایستادیم دبیرستان شایسته حالا پس از 45 سال میزبان وزیر آموزش و پرورش و معاونانش در آینه به صدا درآوردن گلبانگ انقلاب اسلامی بود روز جمعه خب گوشه از یک گزارش رو میدیدیم که رسانه های رسمی جمهوری اسلامی به خاطر دوازده بهمن ورود آیت الله خمینی منتشر کرده بودند که مثلا وزیر آموزش و پرورش آمده و صدای زنگ نوای انقلاب رو نواخت به تعبیری همزمان ما یک مصاحبه میدیدیم خیلی جالب بود به لحاظ روانشناسی کلام به لحاظ مورفولوژی مورفولوژی در دنیای سیاست به دفعات اشاره کردم همون ریختار شناسی است علائم ظاهری گروه های همسان هستش بعضی وقتا بعضی از گروه های تبکار گروه های حالا غیر تبکار آموزشی ایدئولوژی شاخصه های مشترکی مشترک سازمانی داره مثل سازمان مجاهدین خلق خب اساسا از یک رنگ تبعیت میکنن اکثر خانم ها بایستی یک لچک یا چارقد داشته باشن و یا گروه های انصار حزب که به یاد داریم گروه های بودن که شپ نظامی بودن همشون شپ نظامی بودن همشون سرکوب میکردن تجمعات اعتراضی رو همشون شعارهای حسین حسین داشتن پیراهنهای مشکی داشتن یعنی به نحوی از آنها میخواستن بگن همیشه ازادار شهدا هستن همشون به لحاظ مورفولوژی و ریختارشناسی تا مقداری چاق بودن توشون مثلا خوشاندام ورزیده مانکن خوی نبوده مثلا و پیراهن مشکی هم روی شلوارشون بوده به اینها یعنی شاخصه مشترک اعضای یک گروه سازمانی به اینها میگن همون مورفولوژی الان تو این گزارش هم که من داشتم میدیدم شما دارید میبینید مثلا پسر بچه که تو انتخاب شده برای گفتگو حتی این کودک تقریبا کودک هست زیر 18 سال زیر 15 سال چه بسا باشه یقه پیراهنش یک یق، یقه, پیر، یق ملایی به تمام معنا هستش یا دختر خانم هایی که برای مصاحبه انتخاب می شدن همگی کسانی هستند که همون بسیج مدرسه نهادهای شبه شپ نظامی مدارس و به تعبیری دیگر اماکن آموزشی است که انتخاب میشن و با این لحن کودک و تشخیص درستی هم که نداره و با اون لحن قاطعانه میگه مثلا تا پای جان برای انقلاب داریم. اصلا شما برایندی از نسل جدید جامعه ایرانی رو وقتی در قیاس با این خوشه های چینه شده نگاه میکنید یه برایند کاملا متفاوتی است نسل جدید جامعه ایرانی بخش عظیمشون نسلی بودن که بسان نیکا و سارینه ها تریبون به دست موسیقی می رقص میدان در آرزو داشتن آرزوی رقص در میدان رو داشتن جان باختن برای اهدافشون و نسل ندا آقا سلطان ها و نسل غزال چلاوی ها هستن اینها نسلی هستند که انعکاس یا برآمد و پسامد و برایند مطالباتی نسل جاری و جدید ایرانی هستند. اما اینها خوش چین های حکومتی هستند که انتخاب شدن برگردیم به فرودگاه چابهار که یک رسوایی بزرگی جا شد اشاره کردم دوازده بهمن ورود آیت الله خمینی و جشن تبلیغاتی حد اکثری نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و اما کنش خلاقانه شهروندان ایرانی ببینیم یه دیگری از یک گزارش رو می دیدیم که هواپیمایی که مسافرانی رو از شهری به چابهار می آورد و اونجا پیاده می شدن حکومتی ها از مقامات استانداری و یک روحانی که الان دارید میبینید اتفاقا یک هموطن بلوچ ما اونجا هم یا یک نماینده مجلسی هست یا یک کارمند استانداری هستش به گونه های زیادی رو از شرم و خجالت به زمین خیره شده و سر رو به پایین افکنده و گویا شرم سار هست از این میزان دست رد خوردن ها طبیعتا به دفعات گفتن بیزاری اسباب بیزاری شود دیگه زری در بازار نظام, نظام نظامیان و فقها ها نمانده گلی رو که بخوان اعطا کنند و اهدا کنند دیدیم چقدر خلاقانه دست رد میزدند حتی یک بانوی چادر پوشیده که نشانه های یک نظام و نشانه های ارزشی یک نظام رو داره اون هم نپذیرفت و این اصل جامعه هست و این واقعیت جامعه ایرانی است که از نسل و آرمان پنجا و هفت عبور کردند نه تنها گل اهدایی حکومت رو نمیپذیرند که پس میزنند همون عبارتی که به دفعات گفتم جامعه جوان ایرانی هر که نسل موسوم به روشن فکر سال 57 به تعبیری تحمیل کرد همراه خمینی حالا بعدها سعی کرد که تطهیر کنه اون تبهکاری پیش آمده رو شوخی نیست یعنی به لحاظ تاریخی تاریخ نمیگذرد از اونها از اونهایی که به محمد رضا شاه پهلوی یک انسان مختدر متمدن جاندارم کشورهای منطقه ای که روی کرد ایران مدار توسعه گرای میراس تمدنی و احیای شکوه شاهانه ایران زمین رو داشت اون رو پس بزنند و از کشور برانند و اندر په خمینی بدوند این رو تاریخ فراموش نمیکنه این رو تاریخ فراموش نمیکنه و چه زود جلوه این اعتراض در جامعه پدیدار شده چه زود در پای هواپیمای چابهار هم دیدیم در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم در قیام 96 و نسل شیک پاسارگادی هم دیدیم که چه زیبا شعار داده بودن رضا شاه روحت شاد در آبان 98 دیدیم و چه خانواده های جان باخته عزیز و جوانی چون پویا بختیاری ها که چه نماد ملی رو صدا می کردن. از این منظر این دست رد زدن جامعه ایرانی لزوما یک اعتراض به حکومتگران کنونی نیست دست رد زدن و غی کردن و برون ریختن و دفن کردن آرمان پنجا و هفت بود که سعی کردن سالیانی با تریبون چپ و مذهب اون رو تطهیر شده و بسته بند بست بندی شده در لای زرورق کرده به خورده جامعه ایران بدهند آرمانی که هیچگاه معطوف به دموکراسی گستری نبوده آرمانی که هیچگاه خواهان دموکراسی نبوده و از این منظر این نسل به پا خواسته و خسته و نوخواسته ای ایرانی شاهدیم که از پای پلکان هواپیما گلهای حکومتگران رو به مسابه گلوله می میبیند که روی بر میگرداند و پس میزند درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز کماکان بیننده که برنامه شامگاهی صفحه یک هستید اشاره کردم بخش عظیمی از برنامه های امشب ما بنابر تقارن زمانی دوازدهم بهمن و ورود آیت الله خمینی به ایران پس از سالیانی تبعید که روزنامه های زیادی به این موضوع پرداخته بودن بخش عظیمی از تحلیل این جانب هم حول این موضوع معطوف شده بود کماکان ادامه میدیم آقای رئیسی البته خب در دوازه بهمن تا بیستدوی بهمن اساسا نهادها و ادارات و سازمانهای حکومتی یک مسابقه از پیش تنظیم شده دارند دارن که میرن سر مزار آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و اونجا تجدید بیعت میکنند به این معنای کلمه که کماکان به ایشون و اندیشه های ایشون ارادت دارن کماکان در خط انقلاب میمانند امروز دیده بودم بسیاری از روزنامه ها حضور آقای خامنه رو در این رابطه منعکس کرده بودند حسن خمینی هم در جمع آقای رئیسی و وزیر کشور داشت سخنرانی میکرد خیلی نکته جالبی بود حسن خمینی در این گفتگو هیچ اشارتی به وضعیت موجود یا به تعبیری نارسایی ها و نارضایی هایی که از چهل و خوردی سال حکومت پدر بزرگ ایشان و اساسا فقه سیاسی ایجاد شده هیچ چیزی بیان نکرد و فقط گفته که ظلم عالم متوجه ای اسرائیل هست و من میدیدم اتفاقا آقای رئیسی و آقای وحیدی البته به تناسب موقعیت و فضام هست رئیسی و وحیدی ها وزیر کشور خب حامیان یک گفتمانی هستند که منتظر نقطه گیری از آقای سید حسن خمینی هم هستن سید حسن خمینی ناگزیر بود که در این مت... به تعبیری گفتگو بیشتر بحث غزه و اسرائیل رو برجسته تر کنه که خوشایند مهمانانشون هم باشه اما این رافه مسئولیت نیست که این همه نارسایی و نارضایی رو ببینند و دم بر کوتاه ببینیم اصلا شیوه پریزنتیشن و سخنرانی آقای حسن خمینی رو در استقبال از آقای رئیسی و هیئت دولت که سر به تبیری به آرامگاه آیت الله خمینی اومده بودند و آقای حسن خمینی هم خب آگاهی دارید که متولیه به تبیری اون جریان یا حرم یا مرقد آقای خمینی هست با هم میبینیم امروز نماد ظلم در جامعه ما رژیم منحوس سهیونیستی است واقعا ملاک انسانیت در جهان تبدیل شده به اینکه ما نسبت به این رژیم و این قده سرطانی ببینیم افراد چگونه موضع میگیرند سه نفر آمریکایی کشته شدند که البته کشته شدن هیچ کسی در دنیا مطلوب کسی نیست اما دنیا باید به عذاب نشینه 26 هزار نفر جلوی چشم دنیا در غزه پاره پاره شدند تبدیل میشه به یک که حقی و بقیه هم سکوت میکنند و این روزگار ماست خب گوشه دیگری از یک گزارش رو میدیدیم که کماکان مربوط و معطوف به دوازدهم بهمن ورود آیت الله خمینی و برگزاری مناسبت ها و آین های حکومتی برای تکریم و تقدیس این رویداد ویرانگر ضد ایرانی است که به هر صورت حاکمیت از آن استقبال میکنند بسیاری از روزنامه های چاپ تهران شما میبینید همه و همه به همین موضوع پرداخته بودند سلام امام بر امام عنوان گزارش روزنامه جامعه جمع بوده که به هر روی آقای خمینی رو هم به مصابه آقای, خام... آقای خامنی رو به مس... در همتراز آقای خمینی امام خوانده بود هم شهری در گزارشی تحت عنوان تهران انقلابی ماند یک تیتر کاملا معکوس و برخلاف آن چیزی که در تهران میگذرد و منتشر کرده بود همگان میدونیم اتفاقا نه تنها تهران انقلابی نماند بسیاری از جامعه ایران از آموزه های و آرمان های 57 نسل 57 عبور کرده تا جایی که از دل زندان خانم بهار هدایت چون این بیانیه رو صادر میکنه که ما از 57 نمیتونیم به مسابه یک رویداد عادی عبور کنیم چرا که 57 از ما عبور نکرد بهار هدایت از دل زندان تأکید می کند که نسل ایرانی امروز اسیر و گروگان گفتمان نسل 57 است بدین روی زدودن آرمان 57 یک اصل بایستی باشد و از این منظر برخلاف روزنامه همشهری تهران انقلابی نماند خب من مطالب زیادی رو به این موضوع اختصاص دادم بیش از این امکان ماندنی در این مطلب رو ندارم کوتاه مطلب بحث قهر و آشیهای های حزب الله عراق با امریکا موضوعی بسیاری از روزنامه ها بوده که شما میبینید مطالب پشت پرده در این رابطه هست که کوتاه به اون من اشاره میکنم روزنامه سازندگی به این موضوع پرداخته بود به چرایی تسلیم شدن حزب الله عراق از توقف حمله به نیروهای آمریکایی که من در برنامه دیشب یک اشارت کوتاه کردم که الجزیره گفته بود که هرچند اینها گفتن که به نحوی از آنها به خاطر ملاحظه سیاست دولت مرکزی عراق ما فعلا این عملیات ایزایی رو متوقف می کنیم اما این ماجراهای دیگری داره قطعا جمهوری اسلامی به مسابه یکی از حامیان اصلی گروه های نیابتی در منطقه از اونها خواسته که جهت جلوگیری یا انتقام شدید یا سخت بایدن و بلینکن وعده هایی که داده بودن بدین منظور یک توافق پشت پرده صورت گرفته که ایالات متحده امریکا ما بیش از این مداخله نخواهیم کرد شما هم بیش از این به ما آسیب نرسانید بوی یک توافق رو میده که به این توقف منجر شده و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقاله ماجر به پایان میرسد تا درودی دوباره در شانگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود